درود بر شما، سلام و وقت بخیر عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوش برگشتید به ویژه برنامه راه سلامت که با هدف افزایش آگاهی، ایجاد نگرش صحیح و مشارکت ساختارمند فرد، خانواده و جامعه در جهت ارتقاء سواد سلامت جامعه و البته اولویت پیشگیری بر درمان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. دانا بینا هستم، در کنار کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مجید رضا پورمند و صدای ما رو از رادیو تورنج کانادا میشنوید. جناب آقای دکتر مجید رضا پورمند، متخصص قلب و عروق از دانشگاه تهران، مهمان ما هستن. جناب آقای دکتر سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش اومدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تورنج. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم از شما که قبول زحمت فرمودید و در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، امروز قطعا همه ما در طول زندگی استرس و اضطراب رو تجربه کردیم و اساسا استرس و اضطراب از جوابهای غیر تخصصی بدن به مشکلات و همچنین حس نیاز ما برای پیشرفت و تغییر در زندگیمون ناشی میشه که اثرات فیزیولوژیه مختلفی هم داره، مثل سردرد، تنش عضلانی، درد قفسه سینه، خستگی و موارد مختلفی که این روزا خیلی از نیوکامرها و موقعی که مهاجرت میکنیم به این استرس دامن میزنه. تو این برنامه ما میخوایم نظر تخصصی شما راجع به این موضوع بیشتر بدونیم و بفرمایید که استرس با بدن ما چه میکنه و چطوری ما میتونیم در مقابل این اتفاق مواجه بشیم و پیشگیری بکنیم ازش یا باهاش مقابله کنیم. من تشکر میکنم از مطلب خوبی که انتخاب کردید برای گفتگو. همونطور که خودتونم به چند موردش اشاره کردید، استرس طیف وسیع از بیماری ها رو در بدن ایجاد میکنه، از سیستم مغز و به اصطلاح اعصاب گرفته که ایجاد عدم تمرکز، کج خلقی، اختلالات خواب، اختلالات قلب و عروق، سکته های قلبی، افزایش کلسترول خون، افزایش فشار خون و طیف وسیع از بیماری های گوارشی مانند دلدرد های مزمن، سوء تغذیه، سوء هضم، اسهال های مزمن و سیستم ایمنی رو از همه مهمتر ضعیف میکنه استرس مزمن که خودش بدن مقاومتشو از دست میده، به خصوص در این دوران کرونا خیلی مهمه که شما بتونید استرستون رو غالب بشید و مسلط باشید و باید آگاهی مردم بالا بره که بدونن که استرس در بدنشون چه میکنه. یعنی به یک علامت نیست، شاید حدود 30 تا بیماری و علامت ممکنه در بدنشون ایجاد کنه. بسیار عالی. آقای دکتر، ما شنیدیم که در واقع موضوع سولفات منیزیم، خیلی از شنونده های ما به این موضوع اشاره کردن که در درمان استرس مفید و مؤثره. شما این مورد رو چطوری ارزیابی میکنید؟ چون میگن استرس باعث کاهش سطح منیزیم و افزایش سطح آدرنالین در بدن میشه، بنابراین شاید بتونه کمک کنه. نمیدونم نظر تخصصی شما چی هستش. بله، نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، کلا استرس باعث افزایش یه سری هورمون ها و یه سری موادی در بدن میشه که مهمترین از همشون آدرنالینی که شما ذکر کردید، و یه سری داروها و ریزم غذی ها و یه سری املا اثر عکس دارن. یعنی مثل چیزی که فرمودید، مثل منیزیم روی اعصاب اثر آرام کننده داره. اگر کسی منیزیمش کم باشه، خب استرس بیشتری تحمل میکنه. ولی اینکه خود استرس منیزیم بدن رو کم کنه، این ثابت نشده. ولی چیزی که مهمه اینه که یکی از چیزهایی که ما توصیه میکنیم اینه که فرد منیزیم رو در غذاش یا به صورت طبیعی یا به صورت ساپلیمنتال حتما داشته باشه. چیزهای مهمتر از منیزیم، کلن استرس در فردی که مبتلا به استرس مزمن میشه و استرس طولانی میشه، اینه که اون فرد کنترل خودشو از دست میده. یعنی در مواجهه با استرس، مثلا فرض کنید نیوکامرز اومده اینجا، مشکل معیشت داره، مشکل کار داره، مشکل دوری از وطن داره، مشکل دوری از خانواده داره، هزار مشکل جدیدی ممکنه ایجاد بشه به خاطر فرهنگ جدید، زندگی جدید. خب این باید هر روز رو خودش کار کنه که بتونه این استرس ها رو
هندل کنه و بتونه این استرس ها رو تحمل کنه. حالا چیزایی خیلی من چند تا نکته میگم که شما خیلی عملی بتونید استرستون رو کنترل کنید. احتیاج نداره ببینید دارو و درمان اینا هم خط آخره درمان ماست. خط اول اینه که اول رو خودتون کار کنید. چی کار کنید؟ ببینید یک، ببینید شما اصلا، ببینید شناسایی کنید، ببینید چی براتون استرس ایجاد میکنه. بعد بیاد اینا رو، ما یه روشی هست میگیم بیاد یادداشت برداری کنید، بگید آه من اینو اینو این کار خیلی برام استرس است، این مسائل زندگیم خیلی استرس است. بعد بشینید برای اونها راه حل فکر کنید. وقتی راه حل برای یه چیزی داشته باشید، خب مسلماً استرستون یا بتونید پیدا کنید یا دنبالش باشید که پیدا کنید، استرستون کم میشه. این چیز اولی است که مباحث روانپزشکی. البته بعضیش برمیگرده به طول زمان، مثلا کسی که مهاجرت کرده تا تعیین تکلیف بشه، کاراشو کی بشه، ستلمنت انجام بشه، به طول زمان برمیگرده. ولی قبل از اون چه پیشنهادهای غیر دارویی که من میگم، یکی انجام مدیتیشن، ورزش‌های مدیتیشن، حالا یوگا هست، تکنیک‌های تنفسی هست، تکنیک تنفسی تایچی هست، رفتارهای درمان شناختی است. اینا رو میتونید از روی مثلا یوتیوب فیلماشو ببینید که چجوری تنفس کنید، یا چجوری تو خونه مدیتیشن کنید، یا چجوری تو خونه یوگا کنید، یا میتونید به کلاس‌های برید. خوشبختانه کامیونیتی سنترها در کانادا خیلی مراکز مفیدی هستن که به اینها رو با قیمت‌های خیلی کم یا حتی رایگان بهتون ارائه میدن که میتونید یوگای دست جمعی داشته باشید یا از این روش‌های آرام بخش. و خود حضور در کامیونیتی سنترها و مجامع ورزشی خودش آرام بخشه، چون یکی از چیزهای مهم ورزش روزانه است. ورزشی که شما حداقل نیم ساعت تا یه ساعت در روز ورزش کنی، حتما ورزش در حدی باشه که ضربان قلبتو بالا ببره. حالا هر ورزشی دوست دارید، دوست دارید رو تردمیل بدوید، دوست دارید شنا کنید، دوست دارید بسکتبال بازی کنید، والیبال بازی کنید، مهم نیست چی کار بکنید. این ورزش باعث میشه که این آدرنالینی که تو خونتونه و این هورمونایی که ترشح شده و شما استراب پیدا کردی، تپش قلب میگیری، نمیدونم احساس تحریک به دست میده، اینا رو کم میکنه. من در خدمتتون هستم اگه سوالی. خواهش میکنم. باز از سوالاتی که پرسیدن، گفتن آیا مصرف چای سبز، چای بابونه و چای زعفرونی اینها هم تأثیری میتونه بذاره؟ یا 100% اشاره خیلی خوبی کردید. ببینید در مرحله اول مهم اون رفتار، تغییر رفتار و لایف استایل زندگیه که بتونید استراب رو کنترل کنید. مرحله دوم مصرف داروهای گیاهی، دمنوش‌ها یا داروهای ساپلیمنتی که شما رو آروم میکنه. همین چیزایی که شما فرمودید، چندین مدل، شاید 12 مدل ما دمنوش داریم که به اصطلاح خودمون میگیم دمنوش، یا چایهایی هست که شما رو آروم میکنه. چای سبز، چای بابونه، عرضم حضورتون اینا خیلی مؤثره. خب توی گلگاب زمون هست، استقدوس هست، عرضم حضورتون که اینا همه به صورت چاییش هست، به صورت دمنوشش هست، به صورت شربتش هست، به صورت قطرش هست. تمام اینا رو میتونید مصرف کنید. اگر مراجعه کنید به مغازهایی که اینا رو میفروشن، همه اینا هست. حالا اینا ارجحیتی به هم دیگه نداره. یکی میگه من رازیانه خیلی آرومم میکنه، یکی عرضم حضورتون که اسقدوس آرومش میکنه، یکی گلگاب زبون آرومش میکنه، یکی چای سبز آرومش میکنه، بعضی اصلا چای ترش آرومشون میکنه. مهم نیست که چی آرومتون میکنه، که آروم بشید. ولی نمیشه یه تجویز عمومی کرد که الا الا این. شما باید انقدر اینا رو امتحان کنید و خیلی من توصیه میکنم دمنوشای هست، چای هست که مخلوط چند تاست، مثلا سنبولوتی با مثلا استقدوس و حالا اینا اسمای لوندر و اینا رو با هم قاطی کردن و اینا خیلی بد، چون ممکنه یکیش برای شما خیلی اثر کنه، یکیش اثر نکنه. در نتیجه شما وقتی سه تا چیز با هم دمنوش میکنی، یکیش بالاخره اثر میکنه، آرومتون میکنه. و آیا زمان مناسبی برای این مصرف اینا هستش یا نه؟ ببینید شما، بله، بعضیا در مواجهه با چیزی استرس میگیرن، خب باید قبل از اون حتما مصرف کنن. یکی میگه من مثلا میخوام سر کارم استرس میگیرم، یا میخواد یه جای قرار داره، یا یک شخص خاصی یا یه محیط خاصی براش استرس داست. خب ما توصیه میکنیم حتما یه ساعت قبلش استفاده کنه که اون زمان مواجهه با استرس پیک اثر اون چیزی که خورده باشه. نه این استرس هست، یکی اصلا از صبح که پا میشه تا شب استرس داره، روز سه بار چهار بار جای چای معمولی از این دمنوشا استفاده کنه. درست. که بتونه کمکش کنه. مرحله بعد داروهای
به اصطلاح شیمیایی است که خب ما اونا رو با تجویز پزشک باید داده شه. ترجیحاً خیلی یعنی شما پزشک هم برید الان بهتون دارو نمیده، حتما تغییر لایف استایل و 2 هفته 3 هفته ورزش، یوگا، مدیتیشن، استفاده از داروهای گیاهی، حتی همین غذاهایی که شما هر چی غذای سبکتری بخورید میزان کمک میکنه و غذایی که حاوی پتاسیم زیاده، غذایی که حاوی منیزه مثل مصرف آجیل ها، نات ها، اینا خیلی کمک میکنه که شما استرستون رو بتونید کنترل کنید. بسیار جناب آقای پورمند، یک موضوع دیگه هم حالا برای اینکه برنامه رو بتونیم جمع‌بندیش داشته باشیم، موضوع کمبود ویتامین B در بدن، چون میگن مثل اینکه باعث تحریک پذیری یا حساسیت بیش از حد، افسردگی و بی‌تفاوتی میشه. بنابراین هنگامی که ما تحت استرس قرار داریم بیشتر از غذاهای غنی از انواع ویتامین های بی شاید استفاده کنیم، مناسب نظر شما چی هستش؟ ببینید کلا اینکه شما ویتامین نیاز داره بدنتون، اگر فردی رژیم عادی داره و همه غذاها رو میخوره، خامخوار نیست، رژیم ویژه‌ای نداره و ضعف گوارشی نداره، همه غذاها رو جذب میکنه بدنش، معمولا نیاز به ویتامین اضافه پیدا نمیکنه، غیر از ویتامین د. ویتامین د داستانش فرق داره. ویتامین د در یه اپیدمی در تمام دنیا، در اینجا هم هست، در ایران هم هست و نشون داده شده که تقریبا 80-90% مردم ویتامین د شون کمه. یعنی علارغمی که رژیم عادی دارن، تخم مرغ میخوره، شیر میخوره، تمام منابعی که ویتامین د داره میخوره، باید هم ببینید ویتامین د ش کمه و علتش دقیقاً مشخص نیست. حالا سری گفتن آفتابه، ولی ما تو ایران مطالعه اومد توی زاهدان که خب آفتاب کم نیست، 90% مردم چیز داره. من خودم مریضایی داشتم نجات غریق بوده، از صبح تا شب زیر آفتاب بوده و می‌بینیم ویتامین دش در حد اصلا یه چیز خطرناکی. معمولا اختلال جذب هست در اون پیشسازهای ویتامین د که وارد بدن میشه و در زیر پوست تبدیل به ویتامین د فعال میشه. توصیه میشه که شما حتما در گایدلاین کانادا توصیه میشه که شما 1000 واحد، 800 واحد البته، ولی خب 800 واحدی قرصاش نیست، قرصاش 1000 یا 2 تا 400 در روز بخورید. نیازی نیست که حتما اندازه گیری کنید. در مورد ویتامین های B که ما اصلا اندازه گیری نمی کنیم، فقط B12 رو اندازه گیری می کنن، اونم در افرادی که بیشتر خامخوارن و می دونیم که گوشت نمی خورن. همطور که می دونید خب منبع اصلی ویتامین B12 در گوشته و اونایی که گوشت نمی خورن، یعنی حتما کسایی که ویگن هستن یا به هر شکلی خامخوار هستن و گوشت نمی خورن، حتما ویتامین B12 شون کمی، به اونا توصیه می کنیم حتما ویتامین B12 بخورن. کسانی که رژیم های خاصی دارن حتما مطمئن باشن که ممکنه اختلالات ساپلیمنت تو بدنشون ایجاد بشه، به اونا توصیه میکنیم بخورن. ولی ویتامین B کلا شما ببینید ویتامینی که B که میخورید اگه زیادی بخورید اتفاق زیادی نمیفته، چون ویتامین ها دفع میشه از بدن. ولی خب میزان خیلی بالاش مثل ویتامین C یا ویتامین B6 مثلا خیلی میزان زیادی بخورید، خب ممکنه به کلیتون صدمه بزنه، حتی دفع میشه ولی به کلیه صدمه بزنه. در کل نباید افراط و تفریط. بله حتما ببینید، میخوام پیغام من اینه که حتی ویتامین ها، حتی ساپلیمنت ها رو با نظر پزشک مصرف کنید، یعنی با دید خودتون مصرف نکنید. اگر مشکلی دارید برید دنبال این که ببینید چه ویتامینی بخورید، اگه مشکلی ندارید شاید نیاز نباشه غیر از ویتامین د ویتامین دیگه ای مصرف کنید. خیلی متشکرم جناب آقای پورمند و سخن پایانیتون در این برنامه که بیشتر راجع به استرس و استراب صحبت کردن. حالا انشالله در برنامه های بعدی به تفصیل راجع به مسائل مختلف از جمله همین موضوع خواهیم پرداخت، ولی جنبندی شما در این برنامه رو لطفا. جنبندی من اینه که هر چی میتونید استرس رو از خودتون بگیرید. استرس باعث پیری زودرس، باعث سرطان، باعث بیماری های قلبی، باعث بیماری های عضلانی، بیماری های گوارشی، درد های مزمن، یعنی ام الفساد برای بدن. و شما باید حتما یه روشی پیدا کنید که استرستون رو کنترل کنید، یا خودتون روش رو پیدا میکنید یا از روانپزشک کمک میگیرید که بدو. حتما یه راهی براتون وجود داره که بتونید استرستون رو کنترل کنید، که همون در واقع ورزش و مصرف در واقع دمنوش ها و ماساژ و نمیدونم سلفات منیزیم و تنفس آرام و همین و همه این موارد، یوگا و مدیتیشن و اینا همه میتونه دست به دست هم بده. شاید شما چند روش مجبور باشید استفاده کنید، با یه نسخه نتونید به اون نتیجه برسید. شاید مجبور باشید همه این کارا رو بکنید تا به آرامش برسید. مهمتر از همه قبل از در واقع همون نکته‌ای که شما در ابتدا اشاره کردید،
ما ریشه اون استرس و اضطراب رو پیدا کنیم و بتونیم حلش کنیم. ممکنه شما نتونید اضطرابتون ریشه‌شو حل کنید، یه موضوع اضطرابزایی مثلا مهاجرت کردید اومدید یه جای جدیدی، هزار جور مشکل دارید، خب اینه که نمیتونید یه شب درستش کنید، حلش کنید، ایدئالش کنید، موقعیت ایرانتون رو برگردونید. ولی این باید شما به خودتون کمک کنید که این محیط رو اعصابتون رو آروم کنید، اتفاقا اونجوری بهتر بازدهتون بالاتر میره، راه بهتری پیدا میکنید، بهتر فکر میکنید، بهتر میخوابید. یه نکته که ما اینجا اشاره نکردیم خوابه، که خواب عمیق 7 ساعت باید حداقل باشه. خواب خوب خوابی است که از ساعت 11 شب شروع بشه تا 7 صبح، یعنی زمانی است که خورشید وجود نداره، که ملاتونین بدن یا هورمون خواب در اون زمان بیشترین اثر رو داره و اون خوابی که در شب میکنید باعث آرامش مغزتون و پاک شدن تمام فاکتورهای استرس که در روز در بدنتون ایجاد شده از بین میره و شسته میشه. افزایش کاری حتما راجع به موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد در برنامه بعدی، از شما قول میگیریم که انشالله در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده ما هستی. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 پیشنهادات، نقطه نظرات و سوال خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه همراه ما با رسانه مرجع پارسی زبانان کانادا هستید سپاسگزاریم. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر، تا برنامه دیگر، بدرود.